دنیای کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید شاهزاده عقیم یا حرم حرکت شمس آفاق به طرف شیراز میدان را برای معصوم باز کرد او حالا زیادتر آزادی عمل داشت و بهتر میتوانست خود را به نصرت الله خان نزدیک کند و پیغام نازنین را برساند امشب صحبت نصرت خان و نصر الله میرزا خیلی گرم شده بود و جهانگیر هم بر اثر افراد و زیاده روی در میگساری به گوش ای افتاد. با دیوان حافظ پشت سر هم فال میگرفت و گاهی هم غزلی را با صدای بلند می خواد. بسات عیش گسترده و فراهم بود اما صحبت های ناهنجار نصر الله میرزا که امشب برخلاف همه شبها و برخلاف عادت خود پا را از دایره احتیاط بیرون گذاشته و حرف را که روح نصرت الله خان از آن بیزار بود به میان آورده بود جوان مهمان نواز را بیش از حد کسل کرد و تنها به علت اینکه خود را میزبان میدانست در مقام معارزه بر نیامد اعتراضی به نصر الله میرزا نکرد و چون در خود طاقت توقف ندید آهسته و بی صدا خود را از چادر بیرون کشید. به طرف چادر خوابگاه خود که دورتر از همه چادرها برپا شده بود به راه افتاد. شوخی های بیجا و بی معنی نصر الله میرزا اگرچه او را کسل کرده بود ولی چون حمل بر زیاده روی در میگساری و شرابخوری می کرد اهمیتی نمیداد. گذشته از این خوشحال بود که توانسته بدون جلب توجه هزار از مجلس بیرون آید. شب سیزدهم یا چهاردهم ماه بود زمین سبز زیر نور سپیدگونه ماه منظره تماشایی و نگفتنی پیدا کرده بود. نسیم مطبوع و هوای خوش بهاری که بوی دلاویز سنبول ها و نرگس ها را از همان نزدیکی ها با خود همراه می آورد. رهگذر را مخصوصا اگر دو جا می زده و سری گم کرده بود شیدا می کرد. به یاد رقیق ترین خاطرات و زیباترین حوادث و اتفاقات زندگی خود می افداد. گفتیم که نصرت الله خان هم هیچ خاطره عشقی خوش و زیبایی جز آن چه در کنار دختر عموی زیبای خود دیده بود به یاد نداشت. در بین خاطره اشقیش همین خاطره چشمه جنگل بود. تراوت چمن لطافت هوا فرح انگیزی نسیم دست به هم داده بود جوان ساده دل را در عوالم خوش سیر می داد. وقتی به چادر خود رسید برخلاف انتظار زنی را در آنجا مشاهده کرد که انتظار وی را می کشید. زنی با اینکه نیمی از روی خود را گشوده بود نصت الله خان هرچه فکر کرد به خاطر بیاورد این زن را کجا دیده بالاخره پرسید. شما که هستید با چه کسی کار دارید؟ آن زن گفت مگر شما نصرت الله خان نیستید نصرت الله خان گفت چرا خودم هستم آن زن گفت من خودم کاری ندارم برای یکی از آشنایان شما گرفتاری پیش آمده که میخواهد هرچه زودتر شما را ببیند نصرت الله خان در حالی که توجهش جلب شده و ضمنا دچار حیرت و تعجب هم شده بود گفت آشنایان من چطور آن آشنا خودش نیامده که شما را فرستاده من هرچه فکر می کنم چنین آشنایی را سراغ ندارم زن که جز معصوم کسی نبود گفت چه فراموش کار هستید هنوز چند روز از حادثه جنگل و چشمه و شکار شیر نمیگذرد همان آشنای جنگل شما مرا فرستاده سرخی زیادی صورت و چهره نصرت الله خان را فرا گرفت سرش پایین افتاد و به فکر فرو رفت بالاخره پس از مدتی تعمل آهسته گفت پیغام ایشان را بگویید چه فرمایشی دارن هرچه باشد اطاعت می کنم معصومه گفت میخواهند شما را ملاقات کنند. نصرت الله خان هیچ وقت تنها با زنی مواجه نشده و گفتگو نکرده بود به این جهت از شنیدن این حرف یکی ای خورد و پرسید بیگون قصد ملاقات مرا دارند. معصومه گفت همین طور است که عرض کردم باید شما را ببینند و خودشان با شما صحبت کنند نصرت الله خان بیمیل نبود به این تقاضا جواب منفی دهد اما وقتی به یاد آورد که زنی از او تقاضای کمک و مساعدت کرده است با خود گفت از انصاف دور است که به تقاضای یک زن جواب منفی دهم اما خود او هم ملتفت نبود که قلبش خواهان و مایل این ملاقات است و زبان او مترجم احساسات قلبش می باشد بالاخره گفت چه موقع میل دارند من برای شنیدن فرمایشاتشان حاضر شوم؟ معصومه گفت این موضوع بسته به نظر شما دارد اما من آمدن شما را به چادر بیگم صلاح نمیدانم بهتر از بیگم به اینجا بیاید آمدن شما جلب توجه همه اهل اردو را می کند در صورتی که بیگم می تواند بدون سر و صدا به اینجا بیاید مخصوصا که این چادر شما در این نقطه دور افتاده برپا شده و کسی مراقب اینجا نیست نصرت الله خان که در مقابل قضیه غیر مترقبه ای قرار گرفته بود بدون توجه به عواقب امر و اینکه در این موقع چه تکلیفی دارد و چه باید بگوید گفت هر طور سلاح می دانید همانطور رفتار کنید معصومه گفت هیچ وقتی مناسب تر از امشب نیست اینطور که من فهمیدم امشب همه سرگرم کار خودشان هستند. اگر شما یک ساعت انتظار بکشید من بیگم را به اینجا خواهم آورد نصرت الله خان گفت من در همینجا منتظر شما هستم هنوز یک ساعت نگذشته بود که نازنین و معصومه از پشت چادرها و از راهی که کمتر احتمال برخورد با اشخاص را داشت به طرف چادر نصرت الله خان می رفتد. تنها چراغ چادر نصرت و لاخان در بین چادرهای آن طرف میسوخت همین نشانه ای بود که معصومه و نازنین راه خود را گم نکنند دو نفری بدون یک کلمه حرف و با کمال دقت آهسته آهسته جلو می رفتن و خیال می کردن. که هیچ کس مراقب آنها نیست در صورتی که در همین موقع یک سیاهی از دور موازه به آنها بود و از سمت راست به موازات خط سیر آنها پیش میرفت. بالاخره معصومه و نازنین به چادر رسیدند معصومه دید نصرت الله خان همانطور که در وسط چادر ایستاده بود هنوز هم ایستاده و انتظار می کشد. به این جهت با آرنج به پهلوی نازنین نواخته و زیر لب گفت وقتی من از او جدا شدم همینطور و در همین نقطه ایستاده بود نازنین تبسم رضایت بخشی بر لب رانده و وارد چادر شد و در جواب تعظیم نصرت الله خان سری تکان داد و گفت خیال می کنم بیش از اندازه موجب زحمت شما شده هم. مثل اینکه زحمات آن روز شما در جنگل که آنطور جان خود را به خطر انداختید کافی نبود نصرت الله خان که از این قدردانی و تعریف نازنین چهره اش گلگون شده و از خجالت سر خود را به زیر افکنده بود با همان لحجه شیرین خود گفت من خدمت قابلی انجام نداده که بیگم خجالت مرا فراهم می کنند هر مرد دیگری هم غیر از من در آنجا بود جز آنچه من کردم کاری نمیکرد. نازنین گفت نه نصرت الله خان این حرف را همان روز هم زدید و من به شما گفتم که فرار کردند و مرا تنها گذاشتن نصرت الله خان از بس دست پاچه شده بود فراموش کرد به نازنین تعارف کند که بنشیند نازنین هم موازه به تمام این نکات و جزئیات بود و در دل لذت می برد و می خندید و با خود می گفت. این همان جوان دلیر و شجاعی است که با زور سرپنجه شیر درنده و مهیب را بر زمین افکند ولی حالا مثل بچه ها خجالت می کشد و دست و پای خود را گم کرده بالاخره برای باز کردن سر صحبت گفت مثل اینکه اگر بنشینیم و صحبت کنیم بهتر است تازه نصرت الله خان فهمید که حتی تعارف نشستن هم به مهمان خود نکرده با دستپاچگی و عجله محسوسی گفت همین طور است که میفرمایید بنشینیم بهتر است نازنین ضمن اینکه روی بالشتی که بالای یک نمد آبداری گذاشته بودن می نشست با سر اشاره ای به معصومه کرد که از چادر بیرون رفته و مراقب اطراف باشد در همین موقع سیاهی ای که آنها را تعقیب می کرد جای خود را در گودالی که دور چادر برای جمع شدن آب باران کنده بودن مرتب کرد و با خود می گفت پس حدث اول من درست بود و این ناجنس ها با هم سر و سری دارند خاک بر سر جهانگیر کند که به اندازه یک جوان دهاتی هم ارزه ندارد فعلا برای من بد نشد رنگ هر دو برافروخته و صورت هر دوشان گل انداخته بود یکی از شدت خجالت و شرم و دیگری از شور عشق شعله‌های های سوزان محبت پشت سر هم از قلب نازنین سر کشیده و گاه گاه پرده چشم را به یک سو و به صورت نگاه های شرربار به چهره جوان محجوب و کمرو متوجه می شد. نصرت الله خان یکی دوبار از زیر چشم متوجه این نگاه های سوزان که حکایت از یک التهاب و شور درونی می کرد و بهتر از هزاران زبان گویا راز دل نازنین را بیان می کردن شد. اما در خود قدرت آن را ندید که حتی یک بار هم با نگاه کوتاهی به این همه شوق و هیجان پاسخ دهد سر خود را به زیر افکنده و با دل خود که آنجا هم هنگام و قوقای بی سابقه و مخصوصی ایجاد شده بود گفتگو می کرد و با خود می گفت از من چه می خواهد چطور بین تمام اشخاص مرا انتخاب کرده؟ اگر آمدن او را به چادر من بفهمن چه خواهند گفت چه کار بدی کردم که به درخواست او جواب مثبت دادم اگر این موضوع آفتابی شود هیچکس باور نمی کند که من در این میان تقصیری نداشتم نصرت الله خان قلبش به شدت میزد و فشرده می شد روحش دستخوش استراب بی پایانی شده بود اما مثل اینکه زیاد هم از این پیش آمد احساس عدم رضایت نمیکرد. شاید هم از این که مورد توجه زن زیبایی واقع شده از خوشحال بود و روی هم رفته حال عجیبی داشت نازنین که سکوت ممتد او را دید و فهمید که اگر دو ساعت دیگر هم منتظر شود حرفی از این شخص که دل و دین او را رو بوده از نخواهد شنید دل را به دریا زد و با آهنگ روح پرور و جان بخشی که با نازو و ی خاصی تو ام بود گفت مثل اینکه از آمدن من به اینجا ناراحت شدید من که بدون اطلاع و خبر نیامدم نصرت الله خان از شنیدن این سخن یکی ای خورد و, و از عالم تفکری که در آن غرق شده بود بیرون آمد و همانطور که سرعی زیر بود گفت برعکس تشریف فرمایی بیگم به چادر محقر بنده باعث سرافرازی رازی و افتخار است نازنین گفت پس چرا اینطور در فکر فرو رفته و حرفی نمیزنید؟ نصرت الله خان گفت منتظرم بیگم علت تشریف آوردن خود را بگویند اگر امری هست فرمایش کنند تا از جان و دل اطاعت کنم این جواب با تمام رسمیت و خشکیش به علت کلمات آخری که بی اراده بر زبان جوان گذشت تارهای قلب نازنین را به لرز درآورد و برای اینکه رشته سخن پاره نشود گفت لابات حدس میزنید که کار مهم و لازمی داشته هم که این موقع شب باعث زحمت شما شدم نصرت و خان گفت همینطور است که میفرمایید منتظرم ببینم چه خدمتی از بند ساخته از تا برای انجامش آماده شوم. نازنین گفت به آنجا هم می رسیم ولی قبلا باید بعضی مطالب را که تا به حال با کسی در میان نگذاشته ام با شما صحبت کنم آیا حوصله دارید حرفای مرا گوش کنید؟ نصرت الله خان گفت عرض کردم برای انجام فرمایشات شما هرچه باشد حاضرم نازنین در حالی که قنج و کرشمه بیشتری به سخنان خود داده و ضمن نیمی از چهره خود را از زیر چادر بیرون انداخته و سعی داشت توجه و نگاه نصرت الله خان را به خود معطوف دارد گفت ببینید نصرت الله خان من یک دختر قریب و بیپناهی هستم که بر حسب تصادف روزگار و شاید اجبارا گرفتار یک زندگی که زیاد مطابق دلخواهم نیست شدیم آن وقت مثل اینکه از گفتن این حرف خود خجالت کشیده باشد سرش را پایین انداخ و با صدایی آهسته تر گفت نمیدانم چرا این اطمینان را در قلب خود نسبت به شما حس می کنم من میل دارم تمام اسرار خود را برای شما بگویم حرف را که تا به حال به هیچ کس نگفته ام قلبم به من میگوید و حکم می کند که شما را محرم خود بداند حالا نمیدانم درست فهمیده ام یا نه نصرت خان گفت بفرمایید هرچه می خواهید بگویید هر کاری که از دست من ساخته از مانند یک برادر اگر قبول داشته باشید انجام خواهم داد قیافه نازنین قدری در هم شد و گویا از شنیدن لفظ برادر زیاد خوشش نیامد اما بر روی خود نیاورد و در پاسخ نصرت الله خان گفت خیلی ممنونم من هم همین را میخواستم پس درست گوش کنید لابد آن روز که شیر را کشتید خوب به یاد دارید به علاوه فهمیدید چطور شده بود من گرفتار چنگال آن حیوان در رنده شده بودم اینجا نصرت الله خان با عجله حرف او را قطع کرد و گفت تمنا دارم از داستان آن روز صحبتی نکنید همانطور که عرض کردم هر مرد دیگری هم به جای من بود وظیفه ای جز آنچه من انجام دادم نداشت و کاری غیر از آن نمی کرد. به علاوه تقاضای من این است که از کشته شدن شیر دیگر حرفی نزنید نازنین گفت برعکس من خاطری آن روز را تا عمر دارم فراموش نمی کنم چطور می شود من دقایقی را که بین مرگ و زندگیم گذراندم از یاد ببرم و از نجات دهنده خود صحبتی نکنم میدانم چرا شما میل ندارید از آن صحبتی به میان آید حالا خودتان درست فکر کنید من بین چه اشخاصی زندگی می کنم مردمانی که حتی کارهای سایرین را به خود نسبت می دهند و موجب افتخار خود می مردان قیوری که زنی را در چنگال حیوان در رنده رها کرده و فرار می کنند و آن وقت ادعای مردی و مردانگی هم می نمایند. در هر حال کاری به این کارها نداریم برویم سر صحبت خودمان من از آن روز به بد حس کردم که خداوند برای من کمک و پشتیبانی فرستاده به همین جهت تصمیم گرفتم در محل خلوتی با شما ملاقات کنم تقاضا می کنم که دست مساعدت خود را به طرف شما دراز کنم نسرت خان که کم کم خجالت اولیه اش از بین رفته و زمنان خود را در مقابل زنی که از او تقاضای کمک و مساعدت می کند مشاهده می کرد. به حکم فطرت مردانگی و غریزه ذاتی خود را ناگزیر از انجام تقاضای او می دید و گفت من با اسرار شما کاری ندارم بفرمایید چه کاری باید انجام دهم نازنین گفت فعلا کار بزرگ و مهمی از شما نمیخواهم ولی برای اینکه تا اندازه این مطلع شوید لازم است بگویم که دشمنان زیادی مرا احاطه کرده و از هر طرف تحت فشارم قرار میدهند این دشمنان هیچ عبا و امتناعی ندارند که صدها تهمت دروغ و افترای بیجا هم به من میزنند لابد از اخلاق شاهزاده هم کم و بیش اطلاع دارید و میدانید آدمی است فوقالعاده سختگیر و شدید نسرت الله خان گفت بفرمایید این دشمنان چطور اشخاصی هستند و اگر ممکن است آنها را معرفی کنید نازنین گفت مثلا اگر دشمنان من از اشخاص بزرگ و عالی مقام باشند شما از مساعدت من خودداری نمی کنید یا خدای نخواسته از آنها ملاحظه خواهید کرد این حرف رکهای گردن نصرت الله خان را بلند کرد و با صدایی بم گفت خیر بیکم من تا به حال از کسی نترسیده و نخواهم ترسید اگر شما احتیاج به مساعدت داشته باشید بزرگترین و مختدرترین اشخاص هم از دشمنی با شما سودی نمیبرند خاطرتان آسوده باشد نازنین در دل گفت این را میگویند مرد از هیچ کس و هیچ چیز بیم ندارد و فقط از این میترسد که به او نسبتی افتراح بزنند و او را ترسو بخوانند آن وقت با صدای بلند گفت منظورم این نبود که شما می ترسید خواستم بفهمم که چقدر می توانم به مساعدت شما امیدوار باشم نصرت الله خان که غیرتش به جوش آمده و موقعیت و محل و حتی هویت مخاطبش را از یاد برده بود با آهنگی مردانه و حماس آمیز گفت مطمئن باشید تا خون در رکهای من از هیچ کس نمی تواند نگاه چپ به شما بکند نازنین گفت آفرین خیلی ممنونم حالا میگویم مدتی است یک شخص حق باز و متقلب مرا تعقیب می کند مثل سایه هر جا می رویم دست از سرم بر نمی دارد هر قدر به او مهربانی می کنم پول داده ام باز هم دست از سرم بر نمی دارد بگونه ای که روزگارم را سیاه کرده و جانم را به لبم آورده اولین تقاضایم از شما این است که هر طور می دانید دفع شر او را بکنید و مرا را راحت سازید نصرت الله خان مثل اینکه الان آن شخص در مقابل او قرار گرفته چشمهایش برگشت و مشتها را گره کرده و گفت این حقباز فضول کیست که موجب اذیت شما شده زود او را به من نشان دهید تا دمار از روزگارش در بیاورم در همین موقع شخصی که در گودال پشت چادر نشسته و غیر از نصرالله الله میرزا کسی نبود و از ابتدا ناظر صحنه داخل چادر بود و تمام حرفها را هم شنیده بود با خود گفت بد نیز حالا کم کم به جاهای خوبش میرسیم بچه دهاتی خونش به جوش آمده بیچار جهانگیر که باید با قول دست و پنجه نرم کند معلوم می شود سوگلی حضرت والا خیلی از جهانگیر بعدش می آید که میخواهد او را به دست این شخص بسپارد نازنین در جواب نصرت الله خان گفت آنقدرها هم قابل نیست که شما اینقدر خشبین شوید مرد بی سر و است که از هیچ کار روی گردان نمی باشد و دفع او برای شما از آب خوردن هم آسان تر است نصرت الله خان گفت هرکس هست باشد شما فقط او را به من نشان دهید بقیه اش را خودم می دانم. نازنین گفت چه کنم؟ او در تقیب ما از شهر آمده و همینطور در دنبال اردو حرکت می کند منتها در بعضی جهات کمتر خودش را نشان می دهد. یعنی جرأت نمی کند آشکار شود اگر میل داشته باشید معصوم فردا او را به شما نشان می دهد یا به بهانه ای او را نزد شما می فرستد. نصرت الله خان از شنیدن حرف آخری با بی میلیه تمام گفت پس این شخص در اختیار شماست و کسی هم که آنقدر جرأت نداشته باشد خودش را نشان دهد انقدر قابل اهمیت نیست به هر حال او را به من نشان دهید نصرالله میرزا هم که باز به حرفای آنها گوش میداد با خود گفت پس این جهانگیر نیست جهانگیر مخفیانه حرکت نمی کند به علاوه احتیاج ندارد معصوم او را نشان دهد و به اندازه کافی معروف نیست نسرت خان در دنباله حرف خود گفت پس فقط برای همین کار بود که اینجا تشریف آوردید شاید میشد این پیغام را به وسیله یکی از قدمه میفرستادید نازنین آه سوزناک و ممتدی کشید و با لحنی ملالتبار که گله و شکایت کاملا از آن آشکار میشد گفت نه تنها مقصودم این نبود اگر این خار از راه من برداشته شود آن وقت بقیه ی تقاضاهای خود را می گویم به علاوه همین حرف ها را نمی توانستم به شخص دیگری بگویم گذشته از این انقدر هم که تصور می کنید این کار آسان نیست این مرد حقباز در تقلب شیطان را درس می دهد و اگر کوچکترین بویی ببرد مثل ماهی از چنگ شما فرار می کند نصرت الله خان گفت آیا من او را دیده ام اسم او چیست و چه چی کاره است که آنقدر شما از او می ترسید و بالاخره با او چه باید کرد نازنین گفت خیال نمی کنم شما او را دیده باشید اسمش سفتر است و بدجنسترین آدم های روی زمین است یا باید نابود شود یا طوری از اینجا دور شود که دیگر امکان مراجعت برایش نباشد نصرت الله خان با خود گفت عجب تکلیف شاقی شخصی که به من هیچ کاری نکرده و خصومتی نورزیده و حتی او را نمی شناسم چطور نابودش کنم ولی یک نگاه نازنین که اتفاقا با نگاه او تصادف کرد فکر او را تغییر داد و با خود گفت بالاخره من قول دادم کمک کنم و ناچار هستم سر قول خود بمانم به این جهت در جواب نازنین گفت مطمئن باشید من رفع زحمت او را میکنم نازنین گفت پس من فردا شب همین موقع معصومه را نزد شما میفرستم و او راه کار را به شما خواهد گفت و چون دیگر بحانه ای برای ماندن نداشت به علاوه از گذشتن وقت و اتفاقات احتمالی می ترسید از جا بلند شد و آزم حرکت شد نصرت الله خان هم برای بدرقه براه افتاد و تا چند قدم بیرون چادر او را مشایعت کرد موقعی که با افکاری در هم و بر هم به چادر مراجعت می کرد در چند قدمی چادر چشمش به شخصی افتاد که به طرف او می آید. چون خوب دقت کرد نصرالله الله میرزا را شناخت نصرالله الله میرزا خیلی خونسرد و عادی جلو آمد و به عنوان گله گفت رفیق خوب در رفتی و ما را تنها گذاشتی آخر ما میهمان تو هستیم اینکه شرط میهمان نوازی نیست نصرت الله خان گفت قدری که سالت داشتم خواستم زودتر بخوابم به علاوه دیدم اگر به شما بگویم مجلستان به هم میخورد حیفم آمد بسات عیش شما را به هم بزنم نصرالله میرزا با لحنی رندانه گفت: میبینم خوب خوابیده ای راست بگو تا حالا چه میکردی؟ بیچاره نصرالله خان که عادت به دروغگویی نداشت متحیر مانده بود چه جواب دهد. نمیتوانست دروغ بگوید، نه گفتن حقیقت امکان داشت. در این بین چشم نصرالله میرزا از دور به داخل چادر افتاد و دید همان جایی که چند لحظه قبل نازنین نشسته بود دستمالی به روی زمین افتاده است. مثل کبوتر بازی که چشمش به گنجشکی افتاده باشد متوجه داخل شد و برای آنکه بهانه ای تراشیده و داخل چادر شود گفت حالا کاری به این کارها نداریم من هم خیلی خسته شدم دلم میخواهد یک ساعتی بنشینم نصرت الله خان که تغییر صحبت را از خدا میخواست از این حرف حسن استقبال کرد و گفت بفرمایی داخل چادر آن وقت خودش به بهانه اینکه یکی از نوکرها را صدا کرده و دستوراتی بدهد خود را عقب کشید نصرالله میرزا با خوشحالی هرچه تمامتر به عجل خود را به داخل چادر انداخت فورا روی همان بالشتی که نازنین نشسته بود نشست مثل برق دستمال گلی رنگی را که از پارچه پیراهن نازنین جامانده بود برداشت در جیب خود مخفی کرد و چون دیگر کاری نداشت از چادر بیرون آمد و به نصرت الله خان گفت حالا دیگر وقت گذشته انشاءالله الله موقع دیگر به چادر شما میایم نصرت الله خان هم از رفتن این مهمان ناخوانده خوشحال شد و اصراری به ماندن وی نکرد چرا اذیت میکنی؟ بگذار بخوابم ناراحتم نکن عجب مگر رسم شما این است که مهمان را شکنجه دهید صدای داد و فریاد سفتر که تازه داخل رخت خواب شده و خود را برای خوابیدن آماده کرده بود بلند شد اما دست قوی و بزرگی جلوی دهان او را گرفت و دیگر نگذاشت صدایش بیرون بیاید سفتر هیچ نمیدانست چرا با او این معامله را می او همینطور که موکب شاهزاده و قافله همراهان گردش می در دنباله آنها بود هر شب به نام مهمان و به اسم اینکه از همراهان قافله از در نزدیکترین آبادی و یا چادر وارد می شد. مردمان مهمان نواز چادر نشین هم به خوی طبیعی و زبنا ترس از حکومتی از او پذیرایی می نمودن. آن شب را هم در, در یکی از آبادیهای های نزدیک در یک خانه روستایی وارد شده و تازه میخواست بخوابد که حس کرد. رویش سنگین شده و دو سه نفر مشغول بستن دست و پای او می باشند. داد و فریاد سفتر موجب شد که دهانش را هم ببندند و به سرعت گلوله پیچش کردند. سفتر دید که مثل یک بره دست و پا بسته از روی زمین بلند شد و بردوش مردی که معلوم بود خیلی قوی و بلند قامت از قرار گرفت. هر قد گوش داد بلکه از زبان ربایندگان خود سخنی بشنود و از حرف آنها مقصودشان را دریابد چیزی نشنید. آنها مثل مجسمه های متحرک در تاریکی پیش می رفتن و یک کلمه هم حرف نمی زدن. پس از طی مسافتی سفتر با اینکه چشم و دهان و گوشش را بسته بودن فهمید که محلش از روی دوش انسان به پشت اسبی تغییر پیدا کرد سواران که از صدای پای اسبشان فهمیده میشد سه نفر هستند به سرعت به طرفی که برای او نامعلوم بود راه افتادند سفتر هر قد قوه مخیله خود را به کار نفهمید اینها کیستند و از او چه میخواهند گاهی فکر میکرد جهانگیر میرزا از محل او مطلع شده و دستور دستگیری او را داده اما این فکر را هم نمیپسندید چرا که برای جهانگیر مانعی نداشت که روز روشن هم دستور دستگیری او را صادر کند گاهی به خود میگفت که شمس آفاق و امینه برای تلافی او را به این صورت درآوردهاند یادش میآمد که شمس آفاق در شهر است و دسترسی به آنجا ندارد به علاوه چه نفعی از دستگیری وی می برد یکی دو بار هم به یاد نازنین و معصومه افتاد ولی آنها را هم نتوانست عامل این کار بشناسد چرا که فکر کرد نازنین از این وسایل در اختیار ندارد چندین بار با خود فکر کرد و چون هیچ یک را با عقل مطابق نیافت کار خود را به تصادف واگذار کرد و در دل گفت بالاخره خواهم فهمید اینها که تا قیامت اسب نمیتازند ناچار به جایی میرسند و هوا هم روشن می شود آن و خواهند فهمید که اشتباهن زحمت حمل این هیکل را به خود می دهن. قطعا اشتباه کردند و به جای کس دیگری مرا دستگیر کردند و با این حال و روز انداختی جانیهای های آدم کش سفت و سخت دهان مرا بسته ان که نفس کشیدن هم برایم مشکل شده. حدس سفتر درست بود سپیده یه صبح تازه دمید و هوا گرگومی شده بود که روش از تغییر کرد و کوتاه تر شد تاخت و تاز تبدیل به قدم گردیده و بعد از مدتی توقف کردن هنوز هم صدایی از سواران شنیده نمیشد به همین ترتیب که او را روی اسب انداخته بودن از اسب به زیر اینجا آبادی بزرگی بود در مدخل آبادی قلعه ای که برج و باروهای بلندی داشت جلب توجه تازه واردین را می کرد صدای معزن از داخل آبادی به گوش می رسید سفتر هم صدای از آن را شنید و با خود گفت دنیای کتاب صوتی